خب گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، روسیه برجام و به تحریم ها بر سر اوکراین به نوعی مرتبط کرده و از آمریکا ضمانت کتبی خواسته. آیا به نظرتون این به نوعی یک گروکشی هست و این مسئله به چه سمت و سوی خواهد برد مذاکراتی که به نظر میرسید به پایانش نزدیک شده؟ این اقدام غیر منتظره میتونه یک نوع گروکشی باشه، چون اساساً اینکه دولت روسیه نه حداقل نمایندگانش در مذاکرات وین تغییری رو قبل و بعد از حمله اوکراین تا پیش از این موضع‌گیری که از سوی سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه اعلام شد نداشتن و خب خود همون عجیب بود. و اما هم عجیب‌تر این انتظار دولت روسیه هست که به شکل مبهمی هم بیان شده. البته با توجه به جایگاهی که دولت روسیه در مفاد برجام داره، خب بازگشت برجام به این معنا هستش که باز باید اون محموده مازاد سوخت هسته‌ای در ایران باید بره به روسیه و همچنین زباله‌های هسته‌ای بره اون طرف. طبیعتا خب بخشی از این مبادلات منطقی هستش که باید مشمول تحریم‌های جدید غرب علیه روسیه بعد از تجاوز نظامی به اوکراین نشه. اما تقاضای لاروف این هستش که در تمامی همکاری‌های اقتصادی، نظامی و اتمی با جمهوری اسلامی اون تحریم‌ها اعمال نشه، که عملاً خیلی دشوار هست و یک انتظار غیر واقع بینانه هست و میتونه تاثیر مختل کننده‌ای داشته باشه بر بازسازی و برجام. البته به هر حال هنوز دولت چین رسماً چیزی رو اعلام نکرده، حداقل من اطلاع رو ندارم. اما یکی از مسئولان خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، مطمئن شده که چین هم تضمین کتبی میخواد و این دوباره خودش پیچیدگی مذاکرات رو در مرحله که به نظر میرسید مرحله آخر هست و پیچ نهایی هست به طور نسبی بیشتر کرد. و نکته بعدی آقای افشاری، اقدامات تهران هست در بحبوحه مذاکرات و رونمایی سپاه از دو پایگاه موشکی و پهپادی. آیا جمهوری اسلامی داره یک پیغام به نوعی میفرسته به غرب و آمریکا، یا اینکه بیشتر مصرف داخلی داره این مسئله؟ به نظر من این یک پیام هست و هم در بردارنده اون استراتژی اصلی جمهوری اسلامی هست، یعنی هسته سخت قدرت، و هم در این حال برخی از اختلافاتی که وجود داره. یعنی ما بار دیگه شاهد هستیم که حتی حضور به کار یک جریانی که کاملا همسو با اصولگرایان تندرو، نهاد ولایت فقیه و مجموعه سپاه پاسداران بود در قوه مجریه، هم باز مانع از این نشده که یک سری اختلافات و محض اینکه داره توافق نزدیک میشه و در دسترس میشه بروز پیدا نکنه. باز می‌بینیم حملاتی مستقیم یا غیر مستقیم داره مذاکره کننده انجام میشه. اما پیام این کار سپاه این هستش که بازگشت برجام تأثیری و باعث تفاوتی در عملکرد سپاه پاسداران نمیشه. برنامه‌های نظامی، موشکی و توسعه طلبی منطقه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. به هر حال حداقل تلاشی هستش که بتونن اثر بگذارن که بازگشت برجام منجر به تعهدات جدید فرابرجامی برای جمهوری اسلامی نشه. و از طرف دیگه هم کارکردی بوده که همیشه سپاه داشته، منتها ما هنوز نمیدونیم دقیقا مفاد توافق بازگشت برجام چه هستش و بعد از اون میشه خب داوری دقیقتری داشت. ولی به نظر میرسه که دولت بایدن هم حداقل تا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین همایونش این بود که یک توافق کلی یا چراغ سبزی رو برای مذاکره در حوزه‌های اختلافی دیگر، یعنی موضوعات فرابرجامی، هم داشته باشه. و حال اون چیزی که و حال از اون طرف هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی همه تلاشش رو تا این لحظه کرده که چنین تعهدی رو نده و بازگشت و برجام سقف خواسته هایی باشه که دولت آمریکا میتونه انتظار داشته باشه از جمهوری اسلامی. بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، از اینکه با ما همراه بودید.